پرزمان، صحبت رو در رو با کارکشته های میدان سیاست، فرهنگ، هنر و اقتصاد. خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو جهانی نوروز و همینطور بینندگانی که از طریق صفحات مجازی بالفعل ما را تماشا میکنند، به یک دیگر از برنامه‌های پرسمان خوش آمدید. من محمد هادی ابراهیمی میزبان شما در این برنامه هستم. موضوع امروز برنامه ما از مجاهدین تا طالبان، شباهت‌ها و تفاوت‌هاست. امروز می‌خوایم در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان شیوه جنگی مجاهدین و طالبان و همینطور شباهت‌ها و تفاوت‌ها در مرام سیاسی مجاهدین و طالبان به بحث و گفتگو بپردازیم. مهمان برنامه من جنرال ظاهر عظیمی و همینطور جناب آقای فردوس کاوش هستند. البته قابل یادآوری است که آقای کاوش اخیراً به صورت مجدد کتاب دام خرس از جنرال محمد یوسف را ترجمه کردند و این کتاب روانه بازار شده. کتاب دام خرس حکایت شکست شوروی در افغانستان است و روایت جنگ‌های پارتیزانی مجاهدین افغان. قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم و گفتگو با مهمانان برنامه شروع کنیم، میریم و برای مدت 3 دقیقه خلاصه‌ای از کتاب دام خرس را می‌شنویم و برمی‌گردیم. کتاب دام خرس اثر جنرال محمد یوسف، جنرال یک ستاره ISI، مجدداً توسط فردوس کاوش ترجمه شده است. این کتاب روایت شکست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و حمایت ISI پاکستان از مجاهدین است. محمد یوسف نویسنده کتاب برای مدت 4 سال رئیس بیروی افغان بوده است. جنرال یوسف مسئولیت داشته تا پارتیزان های افغان را برای بزانو درآوردن شوروی در افغانستان تمویل و تجهیز کرده و به آنان آموزش بدهد. جنرال محمد یوسف در این کتاب از استراتژی قتل با هزار زخم یاد کرده است. این استراتژی توسط جنرال اختر عبدالرحمن برای شکست شوروی طرح شده بود. پس از حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، پاکستان به دلیل حراسی که از قدرتگیری شوروی در افغانستان داشت، تلاش کرد تا از پارتیزان‌های افغان استفاده کند. جنرال اختر عبدالرحمن برای این هدف استراتژی قتل با هزار زخم را پیشنهاد کرد. این استراتژی بدیل راه جنگ متعارف و تمام عیار برای شکست شوروی بود. جنرال محمد یوسف در این کتاب به تفسیر شیوه های جنگی مجاهدین می پردازد. از جمله به شیوه هایی همچون کارگزاری ماین، ترور افراد نخبه، حمله به گذرگاه ها، حمله به تاسیسات پایپ های نفت و پایه های برق. همینطور نویسنده کتاب نحوه اجرای عملیات بر پایگاه های هوایی، چگونگی نفوذ پارتیزان های ضد روسی به عمق پایگاه بگرام، چگونگی استفاده تهاجمی چریک‌های ضد شوروی از سلاح استینگر و نحوه موشک باران کابل را به تفصیل توضیح می‌دهد. این کتاب در حقیقت روایت شخصی است که استراتژی قتل با هزار زخم را در مرحله تاکتیکی اجرا کرده است. اگر افتخار ابداع این استراتژی به جنرال اختر عبدالرحمن برسد، افتخار تطبیق این استراتژی در سطح تاکتیکی از آن نویسنده کتاب جنرال محمد یوسف است. این کتاب روایت مفصل اجرای این استراتژی است. جنرال محمد یوسف در این کتاب نقش آمریکا در تمویل و تجهیز مجاهدین ضد روسی افغان، تامین معلومات استخباراتی از طریق ماهواره‌های جاسوسی CIA و وارز پول به حساب‌های ISI را به تفصیل بیان کرده است. این کتاب شرح بخش مهمی از تاریخ 40 ساله اخیر افغانستان است. این کتاب نشان می‌دهد که جنگ 40 ساله چگونه کلید خورد و به چه شیوه‌ای ابعاد جهانی یافت. این کتاب گوشه‌ای از تلاش‌های قدرت‌های خرد و بزرگ برای رادیکالیزه کردن جوامع روستایی افغانستان است. سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو نوروز و بینندگانی که از طریق صفحات مجازی ما رو دنبال میکنن. موضوع بحث با آقای کاوش شروع میکنیم. آقای کاوش، ابتدا یک تبریک عرض میکنم در قبال ترجمه کتاب و
این دستاورد برای شما تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که باز هم ترجمه های دیگری از شما به دست ما برسه. سوال اول من از شما در مورد شیوه های جنگی مجاهدین است. خب در این کتاب قسمت اعظم این کتاب در مورد شیوه های جنگی و چریکی مجاهدین است. دوست دارم در مورد شیوه های جنگی بیشتر توضیح بدین تا باز ادامه بحث با جنرال صاحب ادامه بدیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ابراهیمی، خدمت شنوندگان رادیو وزین نوروز و خدمت جناب جنرال ظاهر عظیمی که بر علاوه که یک فرمانده توانا هستند دست و قلم دارن و صاحب اثر هستند. در پاسخ به سوال شما باید بگویم که در این کتاب که تازه ترجمه شده تام خرس این موضوع بسیار به تفصیل در موردش برش پرداخته شده. پس از اینکه نیروهای شوروی به افغانستان آمدند، پاکستان از حضور شوروی در افغانستان احساس خطر کرد و به این نتیجه رسید که اگر اتحاد شوروی به مشکل در افغانستان به هیچ مشکلی دچار نشه، قلمرو افغانستان توسط شوروی و متحد دیگه شوروی که هند است مورد استفاده قرار میگیره و با استفاده از قلمرو افغانستان این قدرت‌های مخالف پاکستان فضادهای درون پاکستان چاق میسازند. جنبش جدایی طلبی بلوچستان که او جنبش تمایلات چپی داشت او را تقویت میکنن، قبایل مخالف حکومت مرکزی پاکستان را تقویت میکنن و خلاصه مشکلات جدی امنیتی ثبات برانداز بر پاکستان میآفرینن. به همین دلیل پاکستان تصمیم گرفت که پاسخ استراتژیکش به لشکرکشی شوروی به افغانستان بدل کردن افغانستان با ویتنام شوروی باشه. در اون زمان چند گزینه مطرح شد که در این کتاب هم آمده. یک گزینه ای بود که تلاش شد و کاری صورت بگیره که موج‌های بزرگ انسانی تشکیل در فرستاده شوند به نزدیک پایگاه‌های اتحاد شوروی و از این طریق فشار وارد شود به شوروی که خارج شود. یک گزینه دیگه ای بود که یک کودتا شود، قدرت از متحدین شوروی گرفته شود و به یک گروه دیگه و اسلامگراها منتقل شود، بازی او حکومت خواستار خروج شوروی شود. یک گزینه دیگه ای بود که نیروهای متحد پاکستان جنگ متعارف جبهه‌ای را علیه اتحاد شوروی آغاز بکنن و یک استراتژی دیگر هم این استراتژی قتل با هزار زخم یا استراتژی جنگ چریکی بود که باز رئیس وقت آیسای جنرال اختر عبدالرحمن همونطوری که در کتاب آمده، جنرال ضیاءالحق حاکم وقت نظامی پاکستان و دیگر بلندپایگان نظامی پاکستان را قانع ساخت که گزینه که میتونه افغانستان به ویتنام شوروی تبدیل کنه اون اینمی استراتژی قتل با هزار زخم یا تطبیق استراتژی قتل با هزار زخم است که بر مبنای از این استراتژی قلمرو پاکستان بدل میشه به عقبه استراتژی که چریکای ضد شوروی در قلمرو پاکستان به این چریکا باید بر مبنای استراتژی آموزش داده میشد. این چریکا در قلمرو پاکستان تجهیز میشدن، پایگاه های راهبردی اصلی از یا در قلمرو پاکستان تاسیس میشد و بعد باز با استفاده از تاکتیک های جنگ چریکی که اونمو تاکتیک همونطوری که در مقدمه آمد بامگذاری و شبخون و حمله های برقاسا و ستون های لوجستیکی و نظامی شوروی باز این جنگ ادامه پیدا میکرد و به این ترتیب زمین افغانستان در زیر پای اتحاد شوروی داغ میشد. جنرال الحق هم بعد قانع شد به این موضوع و آیسای شروع کرد به حمایت از کمپین چریکی ضد شوروی در افغانستان و بعد آستا آستا این حمایت بین المللی پیدا کرد و ایالات متحده آمریکا هم وارد بازی شد و جنگ افغانستان آباد بین المللی. درست. ممنون از شما آقای کاوش. برمیگردیم به شما، بحث با جنرال صاحب عظیمی ادامه میدیم. جناب آقای عظیمی، شما سالها در صفوف مجاهدین بودین، در پست‌های بلند بودین و همینطور در 20 سال پسین هم در مناصب نظامی بودین و همینطور با شیوه های جنگی مجاهدین هم آشنا هستین، با شیوه های جنگی طالبان هم مطمئنا آشنا هستین. میخواستم سوالم از شما بیشتر تمرکز بر سر شباهت ها میان شیوه جنگ مجاهدین و شیوه جنگ طالبان باشه. شباهت ها شما در چی میبینین؟ سلام به شما، درود و مهر نثار میکنم به شنونده های احتمالاً بیننده هایتون، به دوست بسیار عزیزم شرکت فریقته کشور جناب آقای کاوش صمیمانه تبریک میگم. ترجمه از این کتاب قبلا ترجمه کتاب و پراکنده از این کتاب خوانده بودم نام تلک خرس، اما ترجمه جناب کاوش یک ترجمه مفصل با ادبیات روان واقعا لذت بردم که یک سند تاریخی به جای مان میمونه تبریک میگم. جنگ های چریکی به طور معمول
کشورهای مختلفی در کشور آفریقایی، کشورهای آمریکای لاتین، ویتنام، افغانستان، فلسطین و جاهای دیگه اتفاق افتاده که اگر در مجموع شما این جنگ ها رو بیاریم کنار هم دیگر بگذارین، امو تکتیک از این نوع جنگ ها جنگ گریزه و جنگ فرسایشی و جنگ خسته کنه که از یک طرف طرف مقابل دشمن خود به جای مشخص پیدا کنه چون در حالت جنگ گریزه و از طرفی هم در هیچ جای امان نداشته باشه، چون دولت ها و قدرت هایی که در رأس قدرت هستن مسئول هستن که تمام مناطق کشور از لحاظ امنیتی تحت پوشش قرار بدن، پل، پلچک، جاده، مسیر، برق، آب، همه زیربناهار. اما از طرف دیگه پارتیزان هم تلاش میکنه که در این مجموع یک نقطه ظفر پیدا کنه و جنگ گسترش بشه. گسترش جنگ باعث میشه که هر روز نیروها پراکنده تر بشن، به این معنی که شما مجبوری مرجعی که ناامن باشی یک پسته ایجاد کنی. ایجاد پسته ها و ایجاد بیز ها و قرارگاه های یا از یک طرف قیمت جنگ بالا میبره، از یک طرف اهداف کوچک و لقمه های قابل هضم برای گورالای میشه و از طرف دیگه مسیرهای اکمالات برای آسیب پذیری زیاده دارن برای منگذاری کمین و غیره. لذا در مجموع اگر شما در پرنسی بساز کنین، روش جنگ های نامنظم تقریبا یکسانه. اما در سالهای اخیر تفاوتی که پیدا کرده در گذشته ها در اگر ما مطالعه میکنیم، بحث عملات انتحاری و انفجارهای داخل شهر کمتر بوده. حال میبینیم شما که بیشتر استعمال استفاده از حملات انتحاری صورت میگیره که این یعنی پشتیبانی ایدئولوژیک از ایدگانسته انتحار کننده هایی رو به میدان جنگ بکشانه. تفاوت در همی هست. البته لازمیت این تفاوت های زیاده بین جنگ مجاهدین و جنگ طالبا شما احساس کنید. مطمئنا برمیگردیم به بحث تفاوت ها. بحث تفاوت ها مشخصا برمیگردیم جناب صاحب. بحث با آقای کاوش ادامه میدیم. آقای کاوش، شما هم در مقدمه ترجمه خوبی نکته اشاره کردیم، جناب صاحب هم همین لحظه اشاره کردن که یکی از تفاوت های عمده میان طالبان و مجاهدین استفاده از بمب انسانی یا حملات انتحاری است که مجاهدین هیچگاهی کار انجام نمیدادن اما طالبان انجام میدن. من دوست دارم از شما این سوالو پرسم که آیا تفاوت های دیگری هم هست در شیوه های جنگی مجاهدین و طالبان تا ما بتونیم به اونا مشخصا اشاره داشته باشیم به جز از این مورد؟ همونطور که شما اشاره کردین و در کتابم میبینیم، ما در داستانهایی که در کتاب دام خرس آمدم و میبینیم که در دهه 80 تا یک مورد حمله انتحاری هم صورت نگرفت. همونطوری که جنرال صاحب توضیح دادن، دو تا تاکتیک در این دوره بسیار جدید است که در اون زمان هیچ استفاده نشده بود تقریبا. یکی حمله انتحاری بود و یکی بمب‌های دستساز کنار جاده هم در اون زمان نبود. در می کتاب دام خرس هیچ چیزی در مورد می بمب‌های دستساز کنار جاده نیامده، صرف داستان یک بمب دستساز آمده که او در یک موتر کارگزاری شده بود برای کشتن رئیس وقت استخبارات که او زمان دکتر نجیب بود، وقت رئیس استخبارات بود، رئیس جمهور نشده بود، برای کشتن از او آمده که یک بمب دستساز ساخته شد در یک موتر گذاشته شد. غیر از این دیگه هیچ چیزی نیامده در این مورد. امی دو تاکتیک در این دوران جدید است که در اون زمان نبود. بار جنرال مرزا اسلم بیک که بعد از کشته شدن جنرال ضیاءالحق باز فرمانده نیروی زمینی پاکستان شد، یک مقاله نوشت و در مقاله خود آورده بود که در دهه 80 استنگر بود، ولی در این دوران همی عملات انتحاری در واقع جای هم استنگر گرفته، به خصوص همی متربم ها که اینا در شهرهای بزرگ از او کار میگیرن و باعث تلفات و روب عمومی میشه. این دو تاکتیک بسیار نو است در این دوران، در او دوران دیده نشد. و چیز دیگه که در کتاب دام خرس در این هیچ به او پرداخته نشده، او موضوع ورود جهادیستای کشورهای دیگه، جهادیستای غیر افغان به افغانستان است. کتاب دام خرس به این موضوع اصلا اشاره نشده. در دهه 80 از سراسر دنیا اسلام جهادیستا به افغانستان آمدن تا با اتحاد شوروی بجنگن و تحقیقات اخیر نشان میده که حمایت بین المللی هم
پشت سر از اونا بود که جهادیستای سراسر دنیا بیان و با اتحاد شوروی بجنگن. در اون زمان اتحاد شوروی داعیشی بود که یک ماموریت انترناسیونالیستی را اینجا انجام میده و از یک حکومتی که در واقع تعهد داره به ایدولوژی لنینیستی از او دفاع میکنه. در برابر از این داعیه دیگه وجود داشت که اینجا جهاد اسلامی وجود داره و جهادیستای سراسر عالم آمدن اینجا که با اتحاد شوروی بجنگن. در ابتدا رهبر جهادیستای خارجی عبدالله اوزان بود که کتاب‌های زیاد و مقاله‌های زیادی ازش باقی مانده و بعد از اینکه او در سال 1988 ترور شد با اسامه بن لادن رهبری جهادیستای خارجی را در افغانستان به دوش گرفت. عملات انتحاری را میراث عظیم مردم و طالبان در واقع منتقل شد. درست. آقای عظیمی بحث با شما ادامه بدیم. شما اشاره کردین به اینکه شیوه های چریکی یک نوع شیوه جنگ در گریز هست و مقابله با اینا تا حدودی سخت هم هست. میبینیم که خرس مانند ابرقدرت شوروی در افغانستان با همین شیوه های پارتیزانی به شکست مواجه شد. شما به عنوان کسی که بر مسائل نظامی آگاهی و اشراف دارین، به نظر شما راه حل مقابله با این شیوه های پارتیزانی و شیوه های چریکی برای دولت، برای ارتش فعلی چی است؟ چگونه یک دولت، چگونه یک ارتش میتونه با چنین شیوه های مقابله کنه و پیروز بشه؟ اگر اجازه بدین قبل از اینکه من به پاسخ به شما بپرسم یک مروری هم خود کتاب رو بکنم. بفرمایید. چون من در اون زمان به داخل جبار بودم، هرچند من در جریان جهاد تا سال 68 زمانی که دعوت شدم به کنفرانس مندانان در جوار خوست به افتکار مولوی جلال الدین افغانی پاکستان نرفته بودم. اما کتاب پر از چیزه بزرگ نمایی مسائل دروغ بسیار داره که هیچ وجود نداشته. به طور مثال در رابطه با قیام هرات گفتم روسا را سر بریدن، هیچ روسی سر بریده نشده، نوشته که معبد آزاد شده، معبد آزاد نشده به اون قسمت دیگه. شما سر تا پای کتاب که شما سعی کنین پر از چیزه بسیار بزرگ نمایی شده. موضوع دوم بحث خودش اتحاد شوروی و قوای در افغانستان. ارتش سرخ یک ارتش بسیار کارآمده بود. ما در جریان جنگ دیدیم که بیس نسای دو سه مورد در طول همین 9 سال و چند ماه یا نزدیک به 10 سال اینا در هر جایی که اقدام به عملیات کردن اون منطقه را گرفتن. در سراسر کشور فقط یا سه مورد همی نتونستن اشغال کنن، کورم مجددن باز اشغال کردن. اونا را بسیار کوچک نشان داده. کمیت حضور قوای هوایی در افغانستان بسیار ناقص گفته. به طور مثال گفته در هرات 15 بار سیاره بوده، در حالی که به تایید خود مقامات روسی در یک عملیاتی که دکتر نصیر انجام داد، خدا ببخشش شهید شد، 29 جنگنده انفجار داده در میدان هوایی. بسیار بزرگ نمایی شده، بسیار کوشش کرده که نقش پاکستان تاثیرگذار بگذاره. اگه ما فرض بی بگیریم که بازم درست گفته 80,000 حدوداً مجاهدین تعلیمات داده، حدوداً 1,000,000 بوده که یک فیصدی بسیار کمی میشه. نکته دیگه که بسیار مهمه، ما در ولایت‌های هرات، بادغیس، غور، نیمروز، فرا، هلمند از نزدیک آشنا بودم و رفت آمد هم تا حدی داشتیم. در تمام همین مدت چند سال ما در همین ساحت یک پاکستانی را ندیدیم که به عنوان مشاور یا به عنوان کسانی که هر دلیلی که بیان حضور داشته باشند. لذا ما مجموع کتاب را دیدم که بسیار چیزی را بزرگ نمایی شده که نقش پاکستان در این جهات بزرگ جلوه بدن. پس به نظر شما ادعای جنرال محمد یوسف مبنی بر اینکه در مورد حمایت پاکستان یا ای که گفته مستشاران پاکستانی به صفوف مجاهدین میرفتن برای مشوره و اینها، شما اینا رو تعدیدی رد میکنین این ادعای جنرال یوسفه؟ من ندیدم در این چند چندین ولایت تقریبا خصوص افغانستان تشکیل میده ندیدم. شک ندارم که اگر پاکستان در حمایت جهاد افغانستان نمی بود وضعیت کاملا متفاوت بود. ببینیم جریان های چریکی سه عنصر داره که عنصرهای اساسی یک جنگ هست. عنصر اصلی از این ایدئولوژی هست که باید همی بیشتر کسانی که در جنگ‌های چریکی شرکت میکنن یک عنصر این عنصر ایدئولوژی هست یا یک استراتژی مقدس که همون دفاع سرزمینیشان باشه که مثل ویتنامی ها که بودن. موضوع دوم حمایت مردمیه. به قول موسطون گرلای ماهی است و مردم آب، یا گرلای پرنده است و مردم جنگل. اما اساسی ترین نقطه در جنگ گرلایی که هست که میتونه ادامه پیدا کنه
موضوع خط لوجستیکی بیرون مرزی که اگر خط نباشه بسیار با مشکل مواجه میشیم. در صورتی که وجود داشته باشه ممکنه شما بتونین یک نیروی گورلای کنترل کنین، اما نابود کردن اگر ندیم غیر ممکن است که دشوار است. بعد از جنگ جهانی دوم تنها در شوروی سابق همین مسائل به نابودی کشانده شد، اما همین لحظه که ما امرای شما صحبت بکنم چی در کشورهای اروپایی چی در کشورهای آسیایی مثل ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، لیبی و جاهای دیگه سالهای سال مبارزه شده اما نتونستن نابود کنند. دولت ها میتونن با یک مدیریت قوی و یک مدیریت دقیق که این مدیریت برگ میگرده به مسائل سیاسی، به مسائل اقتصادی، به مسائل اجتماعی، به مسائل فرهنگی و در این زمان بود نظامی ازی بسیار باید قدرتمند و توانمند باشه و یک مدیریت نظامی خوب میتونن این نوع جنگا رو کنترل کنن. اما نابودی ازی حداقل ما نمونی از او در بعد از اتحاد شوروی سابق در جهان سراغ ندارم که تانسته باشن یک نیروی گرولا رو کاملا نابود بسازن، تانستن ضعیف کنن بعد که بسیار بی تاثیر باشه اما یا بعد که تحت کنترل باشه. به این خاطر نابودی کامل غیر ممکنه. متاسفانه افغانستان یک مشکل دیگه هم داره. روسا که به افغانستان اومدن بسیار تلاش کردن که یک اردوی مجهز برای پیروان خود در افغانستان بسازن و طلا و تجهیزات کافی برای افغانستان دادن. هرچند از لحاظ افسرها اختلافاتی که در داخل حزب بود از اولین روزا که شروع شد تصفیه در داخل ارتش وقت یعنی که اخوانی ها را تصفیه کردن همونطور تصفیه ادامه پیدا کرد، ترکیستا و امینستا و کارملستا و همونطور ادامه پیدا کرد تا کروسه تنه. این ضربه بسیار کلان زد از لحاظ مسلکی به اردو. لحاظ نفرات هم جلبه هزار نمونه خوب برای جنگای چریکی نیست، به خاطر که شما یک نفری که به زور میگیرین و به زور به سر جنگ میکنین وادی جنگ نمیکنه و همیشه به دنبال یک فرصت که تسلیم شه. اما امریکایی‌ها در افغانستان این کار نکردن، یک گروهی خوب نساختن. اگر نه که در سالهای 2003 تا 2008 نتونستن یک گروهی 500 چند بودن یک تعداد به 70,000 اضافه کردن. یک جمله دیگه هم هست خدمت شما، علمای علم نظامی تخصصینی که در رسی جنگ چریکی تحقیق کردن برای هر گورلا بین 10 تا 20 نفر نظر به موقع در رجی عرضی و بافت عرضی علاز کوهستانی و جنگزار اینا پیشبینی کردن. در حالی که اگر ما بپذیریم 50,000 کالب به افغانستان ما با 500,000 نیرو اقل ضرورت داریم که نیست. پولیس سر 50,000 هم که میگن خب یک بخش پولیس، بخش امنیت ملی، بخش مربوط به بخش های اداری و به اصطلاح دیگه مسائل مصرفن که این هم یک خلای هست که این خلا تانسته وضعیت به طرف به نفع دشمن قرار بده. تشکر از شما. برمیگردیم به بعض چیزی که من از صحبت‌های شما برداشت کردم. در قسمت اولی بود که نقدی داشتیم بر روایت جنرال محمد یوسف و در قسمت دوم هم اشاره‌ای داشتیم برای اینکه تعداد نیروهای ارتش باید بیشتر می‌شده. آقای کاوش، خب شما مترجم کتاب هستین اما خب در کنار کتاب کتاب‌های متعددی هم مطمئناً در زمینه جنگ دهه 80 مطالعه کردین. خود شما اگه خواسته باشین به عنوان یک مترجم قضاوتی داشته باشین و یک داوری داشته باشین از این کتاب، آیا با نظر جنرال صاحب عظیمی همراه هستین که جنرال محمد یوسف در این کتاب نقش پاکستان زیاد قلوف کرده و زیاد افراط کرده در این زمینه؟ ما تا حدود زیادی با نظر جنرال صاحب در این قسمت موافق هستم. کتاب دوم خرس روایت نقش آیسای در جنگ دهه 80 افغانستان است و طبیعی است که نویسنده کتاب امی روایت خود با استفاده از امو پیشفرس ها و انتظارات و اغراض خود توضیح داده. در این کتاب مثلا شما حتی دید اورینتالیستی به مردم افغانستان میبینین. در یکی از فصلهای کتاب آمده که مجموعه مردم افغانستان جنگجویای غریزی خارجی ستیز هستند که یک دید اورینتالیستی است. ولی به نظر میرسه که روایتی که جنرال یوسف در مورد نحوه حمایت آیسای از چریک های ضد شوروی داده در کتاب خود تا یک حد مجاب کننده است و به همین دلیل است که این کتاب منبع پژوهش هایی بوده که بعدا صورت گرفته. آقای علی احمد جلالی کتاب نوشته به نام تاریخ نظامی افغانستان به زبان انگلیسی در دو جلد که ما شنیدیم ترجمه فارسیش هم چاپ میشه در این روزا. در اون کتاب دام خرس یکی از منابع است.
در پژوهش‌های افغانستان شناسا دام خرس یکی از منابع است. انتشاراتی که در سال 2002 نسخه انگلیسی از این بازچاپ کرد، انتشارات کیسمیت، یکی از انتشارات بسیار با اعتبار است در امریکای شمالی که کتابایی را چاپ میکنه که در حوزه مطالعات امنیتی نوشته میشه. این کتاب در اون زمان بازچاپ شد در سال 2002 تا افسرای ایالات متحده که در افغانستان برای اجرای وظیفه نظامی میان این کتاب پیش از اون مطالعه بکنن. ولی به نظر میرسه که همونطور که جنرال صاحب توضیح دادن، یک درس بسیار مهم این کتاب در پالیسی سازی کشورهای عضو ناتو فراموش شد و او این بود که یک نیروی چریکی زمانی در کنترل میاد که شما عقبه فرامرزی راهبردی از او را ازش بگیره، که او عقبه راهبردی فرامرزی در این دوران هم پاکستان بود و در او دوران هم و کشورهای عضو ناتو متاسفانه نتانستن که در این 20 سال مشکل حل بود. درست. آقای عظیمی، بیاییم بحث کمی از کتاب دورتر میبریم، یک کمی بحث کلیتر میکنیم. یکی از ادعاهایی که طالبان دارن این است که میگن ما ادامه دهنده راه مجاهدین هستیم. دیدیم که در 29 فوریه زمانی که توافق میان طالبان و آمریکا امضا شد، در دوحه یک سخنرانی انجام گرفت، در سخنرانی طالبان ادعا کردن که همون رقم که اجداد ما شوروی و بریتانیا را از افغانستان کشیدن، ما هم آمریکا را کشیدیم. روایت طالبان فعلا روایت فتح است، روایت ادامه راه مجاهدین است. شما در صفوف مجاهدین بودین، آیا چقدر موافق هستین که این روایت طالبان میتونه یک روایت درست باشه و واقعا آیا طالبان میتونن خودخور با مجاهدین مقایسه کنن و آمریکا را با شوروی مقایسه کنن؟ خب از لحاظ مشروعیت تجاوز به شوروی و افغانستان تا آمدن ایالات متحده آمریکا از لحاظ حقوقی یک مشروعیت جهانی داشت ایالات متحده آمریکا، هرچند که در مجموع باید خارجی را خارجی حساب کنید. خب در درون مجاهدین هم قرارات مختلفی است، از پاکستان بود و هست لازم تعدادی که به اصطلاح گروه افراطی گفته میشن یا دید تند نداشتن نسبت به مسائل، افکارشان از لحاظ نگاه یا از لحاظ ایدئولوژی به طالبان بسیار نزدیکه و تعدادی در بین مجاهدین باز میانه روتر بودن که در اسلام میانه سعی میکردن که وضعیت زندگی جدید، شرایط جدید جهان با آموزه های اسلام وقف بدن و یک حکومت بسازن. شخصیت های بومایی بسیار مهمی هم در رأس از اینا بود، مثل قهرمان ملی، مثل همیشه بسمال خان و کسان دیگه، حتی از رهبران جهاد دوسی حزب میانه رو. جهان افغانستان چون یک ارزش در تاریخ افغانستان، هر کس کوشش میکنه که خود وارث از او جلوه بده. این به معنای از این نیست که وارث از اینا وارث جهاد طالبا باشن یا رهبران جهادی فیلی. به نظر من یک چیز دیگه هست، به این معنا که اصلا جهاد افغانستان به خاطر حضور روسا شروع نشد. وقتی حکومت حزب دموکراتیک بعد از کودتا به افغانستان حاکم شد، برخوردها طوری بود که مردم به مقابل حکومت قیام کرد. حالا من وقت شما کافی نیست که من نام قیامه بگرم، از دره پیش تا زمین داور تا 24 اوت ایراد و قیره و قیره. اونا طوری برخورد کردن که مردم وادار به قیام شدن. تسکیریهایشان، کشنشان، همون روشی که استفاده کردن به خاطر بعض مسائل، حتی بعضی چیزها خوب بود اما همون میکانیزم تطبیق از خراب بود. به طور مثال اراضی زمین داوودخان شروع کرد با یک میکانیزم منطقی تری که همون احساسات اسلامی درگی نکنه. یا کورس سواد آموزی برای خانوما یک چیزی بسیار خوب بود، اما اینا با قهر و با غضب و با زور در خانه یک آدمی که میرفتن به روسا. اینا باید شد که مردم قیام کنن و وضعیت دولت و قیام های مردم باید شد که روسا و افغانستان بیاین. لذا وارثین جهاد مردم هن. این تعداد معدودی که باز به گرده جهاد سوار شدن و از جهاد سو استفاده کردن، کو حق ما و کو حق تو و کو حق پشتون و کو حق تاجیک و کو حق هزاره، اینا کسانی بودن که در واقع به گردی جهاد بعد از جهاد سوار شدن. جهاد علیه روسا منتسب به مردم افغانستان هست، مردمی که نمی لحظه اگر شهید شده فامیلی بسیار به سختی زندگی میکنه، اگر معیوب شده خانواده از او همون سختی تحمل میکنن و اگر زنده است به سختترین شرایط کار میکنه. ماهایی که از مجاهی از جهاد و از نام از او به یک لقمه نان و به موتر و به بلدنگ و به ریوارد و به امثال و به قدرت رسیدیم، ما نبودیم که به سنگر جهاد کردیم. جهاد همون مردم کردن که
اونا وارثین هست. به خاطر از این ارزش ها خب هر کس کوشش میکنه خور وارثین جاد جلوه بده، به خاطر که بتانه یک امتیاز به دست بیاره. طالبا ببینیم شما از لحاظ ایدئولوژی با ایالات متحده امریکا آتش بس میکنن، مذاکره میکنن، به توافق میرسن، اما با هموطنان خود خب ولو قال بر دلیلی که اونا میگن با امریکا همکاری کردن، با اینا میان سر جنگ دارن. آیا همین مسلمون که در حال حاضر جریان داره انمی قابل توجیه که آدم خود به جاد مونده سر کنه؟ آیا وضعیت که افغانستان از لحاظ در ابعاد مختلف روانه، از لحاظ فساد، از لحاظ فساد اداری، فساد اخلاقی، تبارگرایی، هزار یک مشکل، اینا همه دلیل موجودیت جنگه. اگر اینا نباشه، اگر درست. جنگ نباشه اینا هم نیست. ممنون از شما. بله، هر کسی به نوع داد قلم داد میده. درست. ممنون از شما جنرال صاحب. متاسفانه وقت برنامه ما تمام شد و سوالات زیادی مونده، اما وقت برنامه دیگه بیشتر از این اجازه نمیده. ممنون از شنوندگان عزیزی که تا فعلا برنامه دنبال کردن و همینطور از ممنون از جناب آقای فردوس کاوش مترجم کتاب دام خرس و جنرال صاحب ظاهر عظیمی که به برنامه شرکت کردن. خلاصه از برنامه در وبسایت رادیو نوروز هم آپلود میشه. تا برنامه پرسمان دیگر، بدرود.